یه روز که همراهی مگه بارون بگیره، نه نم بارونم میتونه چتر ماشه، نه نم بارونم میتونه چتر ماشه. یه شب که بی سقفی مگه همسایه باشی، با من و تو مهتاب میشه هم خونه باشه، با من و تو مهتاب میشه هم خونه باشه. یه خونه غرق غصه است، یه خونه جای خنده، یکی میخواد جداشه اون یکی تازه دل میبنده. یه روز روز جدایی، یه روز روز رسیدن، یه روز به دل نشستن، روز دیگه روز دل بریدن. وقتی که پاییزو توی بهار میبینم، جز تو کی میتونه گل گل خونه باشه، جز تو کی میتونه گل گل خونه باشه. وقتی که تنهایی ما رو از هم نگیره، هر جا که ما باشیم میتونه خونه باشه، هر جا که ما باشیم میتونه خونه باشه. یه خونه غرق غصه است، یه خونه جای خنده، یکی میخواد جداشه اون یکی تازه دل میبنده. یه روز روز جدایی، یه روز روز رسیدن، یه روز به دل نشستن، روز دیگه روز دل بریدن. سر اینقدر داد و بیداد رو انداخت. خانم جان پول در آوردن سخته، مشکلات داره، اینجوری که نمیشه کار کرد. باید صبح زود از خواب پا شد. واسه چی میخوای همه اینا رو جمع کنی؟ خانم هزار تا کار داریم، هنوز هیچ کدومش انجام ندادیم. برنج رو باید بار بذاریم، خورش رو بذاریم دم بکشه، کلی کار داریم. ناصر پا شد دیگه. اولا برنج رو میذارن دم بکشه، دوما خورش رو بار میذارن، سوما تا بچه‌ها نیومدن بیا صبونت رو بخور. با شکم گشته آدم نمیتونه کار کنه. نه خانم، کارت بخوره تو این شکم دیگه. از این به بعد من چیزی بخورم نه، باید پول در آورد. پول در آوردن سخته، راحت بشتم صبحونه بخورم. نه خانم مسعود جان، این کارا عجله ور نمیداره ها.
نه نه خانم نه ناصر پاشو دیگه پاشو بیا بزن. بیا صبونتو بخور. نه بیا میگم. نه چشم. بفرمایید خانم. حالا از امرو واقعا میخواییم پخت و پز رو شروع کنیم؟ بله دیگه خانم، تو آگه یا نوشتیم که امروز کارمون شروع میشه تا ساعت 11 باید غذامون آماده باشه. حالا چند تا میخواییم بپزیم؟ میپزیم، 100 تا، 150 تا. اوه، 150 تا؟ حالا کجاشو دیدیم؟ از فردا میریم رو 200 تا، 300 تا، همینجوری برو بالا. حالا آمدیم و مشتری به تورتون نخورد. این 150 تا غذا رو دستتون موند همین روز اول که ورشکست میشین. راستی خانم ما از کجا باید بدونیم چند تا غذا باید بذاریم؟ حالا اون هیچی. شما از کجا میدونیم مشتریاتون چی میخوان؟ شما چه نوع غذایی باید بپزین؟ حالا اونش مهم نیست. فعلا امروز یه چلو کباب بار میذاریم. ببینیم چی میشه. آخه چلو کباب غذای خونگیه. ما مشکل شد 3 تا که. پس چیکار باید بکنیم؟ غذای خونگی یعنی کوفته برنجی، قیمه ریزه، حلیم عدسی، شوت پلو با مایچه، حلیم بادمجون، چلو کباب و چلو مرغ رو که تو هر رستورانی مردم گیرشون میاد. شما با یه چیزایی درست کنید که هیچ جا پیدا نمیشه. یعنی این همه غذا باید بپزیم تا ظهر؟ چجوری فکر همه چی رو کردین؟ نمیدونین چند تا میخواییم بپزین، نمیدونین چی میخواییم بپزین. فقط فکر کنم غذای خونگی یه نیمرو بلد باشین درست کنین. حالا اگه مردم زنگ زدن و غذا خواستن ما چی جوابشون رو بدیم؟ بگین هنوز آشپزخونمون راه نیفتاده. نه خانم، میگیم امروز غذامون زود تموم شد، بازارگرمی میکنیم. چطوره؟ ببینم به اونایی هم که ساعت 11 زنگ میزنن میخوای بگی که غذا تموم شده؟ ای بابا، راست میگینا. پول درآوردن عجب کار سختیه تو این دور و زمونه. هیچ کاری سخت‌تر از پول درآوردن هست؟ نه، انصافاً هست. نیست دیگه. پاشو برو زودتر به کارت برس تا زور نشده و اینا آبروریزی میشه. برو دیگه. چشم. من یه لقمه بردارم. کوچولو. دست شما درد نکنه. با اجازه. اصلا جواب تلفن‌هاشون رو ندیم. ولشون کن. عجب احمقی هستی تو. چرا؟ آخه تو فکر نمی‌کنی اگه اینا که زنگ می‌زنن ما تلفن‌هاشون رو جواب ندیم چی میشه؟ همین 4 تا دونه مشتری هم از فردا زنگ نمی‌زنن بهمون. خب نزنن. من یکی که منت هیچکیو نمی‌کشم. یعنی چی؟ هم قضاشون رو بدیم هم منتشون رو بکشیم. والله حرف مزخرفیه. آقا فرض امروز هم ماسمالی کنیم بره. فردا رو چه غلطی بکنیم؟ خب کاری نداری که، خودمون آشپزی میکنیم، کلی غذای خونگی میپزیم. ها چقدر؟ چی چقدر؟ خب بالاخره غذایی که میخوایم بپزیم باید بدونیم چقدر باید بپزیم. وای راست میگه بچه، من میترسم کلی غذا بپزیم بعد آخر سر رو دستمون بمونه. آقا من یه فکری کردم. پس حل دیگه، نگره فکر کرد. بگو. من میگم تا 2-3 هفته خودمون غذا درست نکنیم. آفرین، عجب فکر خوبی. اینه همیشه آقا فکرش بیایم بیرون، چون قضیه آشپزخونه دیگه کلم یکون شد خدا رو شکر. ناصر جان اینقدر مزخرف نگو، بذار ببینیم زنه چی میگه. من میگم تا کارمون هنوز مشتری گیر نشده، هر کی زنگ زد ازمون غذا خواست، ما خودمون زنگ میزنیم به این خانومه که خودش غذای خونگی میپزه، از اون میگیریم میدیم دست مردم. ایوا مگه دیوونه ای؟ ایول راست میگه با این عقلشا. ما یه جوری غذاها رو درست میکنیم انگار که خودمون پختیم، یه جوری روش کار میکنیم، بعد هر دست غذا رو هم 100 تومن زیر فی ارزونتر میدیم دست مردم، ضرر میدیم 2 هفته اول، ولی بعد که حسابی مشتری پیدا کردیم چی میشه؟ بس میگه اصلا غذا رو گوش کن، از طرف اونا در میریم میذاریم توی پاکت های خودمون. خب از هر غذایی هم یه خورده ور میداریم که تلافی اون 100 تومن ضرره بشه. آفرین. زشت آقا ناصر، از شما بعیده. واقعا شما عجب آدمایی هستین. آخه یه ذره غذا چیه؟ ارزش دوزی کردن واقعا داره؟
خب آقا پاشین پاشین بریم پای تلفن بشینیم، هر کی زنگ زد قضا میگیریم میبریم میدیم دم خونه‌شون. چطوره؟ عالی. آخر عمری شدیم حمال مردم. عزیز من کاسبی یعنی همین دیگه. قر نزن آقا. پاشین پاشو. بابا بریم بریم دوباره کار بریم. بابا بابا آخه اینم واسه ما کاذبی نشد. بابا جان ساعت 10 آخه کی ساعت 10 زنگ میزنه سفارش ناهار میده؟ خب این ساعت 10 کسی زنگ نمیزنه. ما واسه چی دور تلفن واسادین؟ نه بابا زنگ میزنن، من مطمئنم زنگ میزنن. خیلی وقتا شده من خودم ساعت 10 صبح ناهار خوردم، باور کن. مگه نه ناصر؟ آره آره. چی آب ریزی نکنید بایسی تو بر ندار، بذار یکی از خانم ها بردار. خب ناصر بردار. نه هنگام تو بردار. نه من میترسم خراب کاری کنم. نه ایرو تو بردار. خب ساکت باشین یه لحظه. روز بخیر بفرمایی. بله خواهش میکنم برای ناها. بله بله گوشی خواهش میکنم. چند تا بچه اومده باشید. ناصر برو به زمان خانم بگو خانم نفیسی زنگ زده میگه ناهار بره خونش. الو بله گفتم پیغامتون. خواهش میکنم خدا حافظ. پیش میاد دیگه فایده نداره. انگام باشو بریم به زندگی اون باشو. چیه به همین زودی جا زدین؟ این بود قول و قرارتون؟ مثلا چرا چرت و پرت میگی؟ بشیم دور تلفن که چی بشه؟ این اگه بخواد زنگ بخوره ما اینجا باشیم یا نباشیم این زنگ میخوره. بریم نگو. بری نامردید. باشه. نگاه یه زنگ بزن به بابام یه جوری راضیش کنم برگردم سر کار. میخوای برگردی پیش بابات؟ آره دیگه بچه غلطی بکنم فقط روم نمیشه. خب حالا یکم میخوای صبر کن ببینیم شاید این ماجرای غذای خونگی جواب داد. ها بابا این کارا کار ما نیست. اگه اینطوری بود هر آدم بیکار تو خونش یه آشپزخونه میزد. این کار پول میخواد، بلدی میخواد. بذار تو روزمون هر مشوره زنگ بهش بزن یه جور راضیش کنم برگردم تو سرمونی. باشه آقا بلدرم زنگ زدن بچه ها. مشته جمشید یکی الان زنگ زد قفاف پارش داد. بچه ها جمشید با داریم یک کار شروع شد. مشته بدین. چه خبرته بابا؟ یا آقای زنگ زد قضا سفارش داد. مبارکه. ایول ناصر نگره خانم. بابا جمع شید کار شروع شد. حالا چی میخواست؟ کوفته همین همش یه دونه. بفرما اینم دومیش. من میرم تلفن رو جواب بدم. شما هم جمع شید سریا. بچه اومدید آبا دایی. چی شده؟ اولی مشتری زنگ زد همین الان دومیش زنگ زد. قضام کوفته خواست. کوفته رو خودمون هم میتونیم درست کنیم. وقت هم داریم ها؟ راست میگه. وقت هم که داریم بریم شروع کنیم. بریم صبر کنیم. ما هم داریم میام صبر کنیم. کوچه چندم؟ کوچه هشتم بلاک 15. بله حتما خانم. نیم ساعته چشم رو چشم خانم. نیم ساعت یه قضا دم در خونتونه. حتما. اصلا خانم هدف ما جلب رضایت مشتریه. این شعار ماست. روزتون بخیر. خدا نگهدار. آقا دیگه چی میخواید؟ 5 تا چلو مرغ یک کوپ تبریزی هم اضافه. تازه هنوز ساعت 11 نشده. ببین زور اینجا چه خبره. قلقله میشه. حالا بعد چیکار کنی؟ این همه غذا رو که خودمون نمیتونیم درست کنیم. انگار بجام بعد زنگ بزنیم از بیرون سفارش بدیم برامون بیارن. آره دیگه همین الان زنگ میزنیم به همون یارو غذاخونگیه میگیم برامون غذا بیاره. به محضی که اوورد ظرفش پلاستیکشو عوض میکنه میارن خونه مردم. فقط آقا بجمی دیره ها بدو.
خیلی خب پس شد 5 تا دلمه تبریزی، یه دونه کوفته تبریزی با 5 تا چلو مرغ. آره همینه، 5 چلو مرغ یه کوفته تبریزی. بگو سفارش باشه ها. الهی قربون شکل ماهت برم من. بود از خونتون زنگ بزن اینجا اشغال نظر. بودش. بود قربونت برم من. آخ حسام جون، تو هم بپر. بپر یه دوش بگی، یه کت شلوار ترتمیز بپوش، قضاها گرفتید شلاقی بپری بدیدم خونه مردم. اومدی ها بودو. بله بله. شد مگه قرار نشد که خانوما غذا رو ببرن؟ ببین نگار جون، یادت باشه سر رو چند شاخه گل هم بگیریم. رو هر غذا یه شاخه گل می‌ذاری. آقا چی شده؟ اوه قیامت، مشتری پشت مشتری، سفارش غذا گرفت. چند تا؟ 7 تا. یه الان یعنی 700 تومن ضرر تا اینجا. خوزی چی؟ مگه قرار نبود هر غذا رو 100 تومن ارزون‌تر بدیم؟ بابا کی گفته ما غذای 100 تومن میکشیم روش بفروشیم؟ بدوش برو. بیا بریم فعلا سفارش بدیم. بفرمایید، سلام خانم. سلام خانم. سلام خانم. احوال شما؟ خسته نباشین. خانم خسته باشیم نباشیم، کاری که شروع کردیم با تا تهش پیش ببریم دیگه، کاری نمیشه کرد. پول در آوردن سخته نه؟ فعلا که این چند روزه که باید یه چیزی هم از جیب بذاریم تا یه چند روز دیگه که همچین بفهمی نفهمی اوضاع خود رو برا بشه. حالا گوشی تلفن رو چرا بردین رو ایوون گذاشتین؟ جای دیگه توی خونه نبود؟ خانم جان هر جای دیگه که میذاشتیم توش حرف و حدیث بود جز ایوون، چون مال همه است، مزاحم هیچکی هم نیستیم جز من. یه امروز دیگه خانم، از فردا قول میدم که تمام کارا رو تقسیم کار میکنیم، هر کسی یه گوشه از کارو میگیره آروم و بی سر و صدا. یه امروز رو ببخشید دیگه شرمنده. سلام. 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 خسته نباشید. اینم ظرفا. منم میخوام براتون دوغ درست کنم. چه خوب. خانم شما دیگه چرا زحمت میکشین؟ نه راضی و زحمت نیستین. دوغی که من درست میکنم یه سبزی خوش توش میریزم، هر کی بخوره مشتری ثابت میشه. وای چقدر عالیه. از امروز شما هم شریک مایید خانم. من نمیخوام شریکتون بشم، فقط میخوام شما سرتون به کار گرم بشه. برم دوغ درست. دستتون درد نکنه. ایول نگاه خانم، تا یادم نرفته یه لطفی کنید به سهراب بگید یه وقت همه تلفن ها رو خودش نزنه ها، یارو میفهمه یه کلکی تو کاره. چه کلکی؟ بلا نسبت یارو خر که نیست، میفهمه دیگه. هر 4-5 دقیقه یه بار سهراب زنگ میزنه میگه آقا 4 تا غذا 5 تا غذا. خب یارو میفهمه این غذا ما برای خودمون نمیخوایم، برای جای دیگه میخوایم. باشه خودم زنگ میزنم. دست شما درد نکنه. تلفن بازم مشتری زنگ زد، من رفتم. نگاه جو فهمی چون اینا رو ببری بالا؟ آه دیگه میبرم یکی. خیلی خب پس برو دیگه. باشه باشه. دست شما درد نکنه. فقط ببخشین جناب، لطف بفرمین این غذا کیفیتش خوب باشه که من جلو مهمونام خراب نشه. بهش بگو تخفیف بده. تخفیف. بله؟ خواهش میکنم یادداشت بفرمین شما تلفن ما رو. چرا قطع کردی؟ خب شما تلفن ما رو خواست. خب میدادی بهش؟ خب لو میرفتین. بابا جان اگه من الان شمار تلفن رو میدادم به این یارو، وقتی میفهمید که این شمار تلفن که من الان دارم بهش میدم همونی که یه دقیقه پیش سهراب بهش داده. بابا خب بفهمن، مگه اشکالی داره یه زن شوهر جدا جدا سفارش غذا بدن؟ اشکالی نداره. آخه من گفتم زنم ول کرده رفته، برای همین دارم از شما غذا میگیرم. تو بیخود کردی؟ تو کم یار از من مایه میذاره. خودت بیخود کردی. تو واسه چی گفتی از خارج برام مهمون اومده ها؟ هیچی. خواستم غذا خوب برداره بیاره. اصلا به من چه؟ خیلی خوب. حالا گیرم که شماره تلفنم ازت نمیخواست، آدرسو که باید میدادی بالاخره. بعد از 5 بار 10 بار 15 بار که غذا بیاره میفهمم اینو واسه خودمون نمیخوای. آقا جون اصلا بفهمن، ما رو کراس میریم به یارو میگیم آقا جون ما غذا رو از شما میگیریم میدیم دست مردم، مشکلی نیست. اون باهوشتر از این حرفاست، بعد از مدتی میفهمه چیکار داری میکنی، میفهمه آروم آروم داری میشیم رقیبش. بابا یکی پاشه بره مسعودو صدا کنه خودش بیاد قضیه رو حل کنه. اصلا میخوایم به رستورانای دیگه سفارش غذا بدیم. مگه چند جا تو این منطقه غذای خونگی میپزن؟ همین یه دونه رو من شانسگی شمارشو داشتن. نه میدونی چیه، نه یه راهش این نیست. راهش اینه که آدم های مختلف زنگ بزنن به این یارو غذا سفارش بدن، بعد هر کدوم یه آدرس بدن، یکی بگه سر کوچه، یکی بگه ته کوچه، یکی بگه دم بقالی، که یارو نفهمه. آفرین همینه، نباید بفهمه که ما با هم دیگه هستیم و از یه جا داریم سفارش غذا میدیم. خیلی خوبه. Thank you.
به جام دیگه. آقا شما غذا آوردین؟ آقای فیزی؟ آره دیگه بابا جون، چرا اینقدر دیر کردین؟ آقا خب آدرس خونتون رو میدادین؟ من میآوردم دم خونتون، شما هم اذیت نمیشدین. ما خونمون همین دور و براست. عجیبه، من امروز 3-4 تا مشتری بهم خورده، همه هم تو کوچه آدرس دادن. من نمیشناسمشون. من عرض نکردم شما میشناسین. بفرم اینم کوفته خونگی، 5 تا هم چلو مرغ. دستون درد نکنه، فقط این فاکتورشو میشه لطف کنی؟ باش. قابلم نداره. دست شما. باشه. قربانشو. شکر. دستون درد نکنه. خواهش میکنم. قربانشو. بعد یه ساعت دیر اومدن تازه بفرمایین. ببخشید خانم، خب آدرس خونتون رو میدادید میومدیم دم خونتون، انقدرم تو کوچه علاف نمیموندید ما هم زودتر میومدیم. من تو کوچه آدرس بدم یا آدرس خونه ما بدم به حال شما چه فرقی میکنه؟ فرقش اینه که به خاطر تو کوچه آدرس دادن شما بنده پدرم در اومد. وا خدا نکنه. چرا؟ یه خانم وایساده بود ته کوچه، من فکر کردم شمایید، یعنی فکر کردم منتظر غذا وایساده، رفتم جلوی پاش ترمز کردم، فکر کردم میخوام کی بشه بدزدم، همچین زد تو سرم، سلام هنوز داره سوت میکشه. خب تقصیر خودته، آدرس به این سرراستی شما واسه چه از کوچه پایینی اومدی؟ پس از کجا میامدم؟ از همین کوچه بالایی. هیچ خانم دیگه ایم نبود که بخوای به جای من اشتباهی بگیری. شما به جایی که دور بزنی بری از پایین بیای بالا، اگه همونجا کنار اون آقای بود که بهش غذا دادی، همین کوچه رو میامدی صاف میخورد به اینجا. شما از کجا میدونی؟ مثل که من بچه این محلم ها. نه منظورم این که از کجا میدونید من به اون آقا غذا دادم؟ من از کجا میدونم؟ من اصلا نمیدونم، من فضول مردمم. عجیبه ولی. آره خب عجیبه، تو این دور زمونه که همه سرشون تو نخ زندگی دیگرونه، یکی که اینجوری نیست به نظر عجیب میاد. بده من آقا، بده غذا رو که بچه‌هام از گرسنگی الان سفره رو لقمه کردم. بده. چقدر میشه؟ 7500. او چه خبره 7500؟ خیلی گرون میدی. 7500. تخفیف نداره؟ نه. سلام. داره میاد؟ آره ولی فکر کنم اول میره غذای ناصر رو نگاره رو بده بعد میاد. خب ببخش. آقا اینم غذا. اصلا معلوم از کجایی؟ چرا انقدر دیر اومدی؟ خب یارو غذاها رو دیر آورد. خیلی خب سری فقط بجون اون غذاها رو خالی کن تو ظرفای خودمون، برسونیم دم خونه مردم. دیر شد آبرومون رفت. بدو. خیلی خب باشه، فقط یاد بشه فاکتور به اسم خودمون صادر کنی. به امروز دیگه نمیرسیم، از فردا فاکتور هم میدیم. بدو فقط. خیلی خب باشه باشه. این هم دوغ خونگی. سلام. این دوغو بعد ببریم دم خونه مردم؟ نه پس آوردن که ما بخوریم. بعد ببریم دم خونه مردم دیگه. بدو. منظورم اینه که این دوغا رو با چی ببریم؟ با ماشین دیگه. آها راست میگه، منظورش اینه که تو چی بریزیم، ظرف نداریم. آخ فکر اینجاشو نکرده بودم دیگه. ایول فهمیدم چی کار کنیم. آقا دم خونه هر کی غذا میبریم یه پارچ دوغم با خودمون میبریم، میگیم آقا خانم اگه دوغ میل دارید یه ظرفم بیارید براتون دوغم بریزیم. چطوره؟ آره این خیلی فکر خوبیه، اینجوری مردم هم باورشون میشه که دوغش تازه است. والا ما که عقلمون رو دادیم دست شما، بگین چی کار کنیم ما همون کار رو بکنیم. بقیه چرا نیومدن؟ ببخشید، نه ببخشید، غذا تو نیورده هنوز؟ نه دیگه، یه آورده بودی من اینجا وای نمیستادم. میاره، فکر کنم اول رفت غذای ناصر رو بده. خیلی خب پس تو اینا رو سریع ببری سویی که ظرفت سرد نشده دیگه، چی کار کنیم دیگه؟ ببین به چه روزی افتادیم این تطوی عمری ها؟ ج
تو چرا وایسایی نمیدم؟ منتظر قضام دیگه. خب بیا برو، تو اومد زنگ میزنه. اوه تو هم بخواد بیاد زنگ بزنه، من این همه را رو بیام پایین در رو باز کنم کلی وقتمون هدر میره. ما وقت نداریم که، باید سریع غذا رو بگیریم بدیم دست مشتری. خب بیا برو تو، من وای میستم اینجا. بیا با اینا چیه؟ دست درد نکنه. اینا اونایی که انگام خانم سفارش داده برای کلا گذاشتن سر مردم. کنار هر قضیه شاخه گل بذاریم. فقط بدو. خب بدو. نریزه. بابا یارو داره میاد. کی؟ همون موتوریه که قضا میاره دیگه. آدرس اینجا رو گرفت، من یه خورده پیچوندمش دیرتر از من برسه. خب پس بیا برو تو. یعنی ما هر روز کارمون همینه؟ کار بریدی؟ بابا اصلا جوکه این. یعنی چی؟ ما هر روز بریم یواشکی قضا بخریم بعد در بریم، اینم شد کار آخه؟ برو تو من. بودو بابا بجنبی، دیر شد، عجله کنید یه خورده. خیلی خب بابا. آقا مسعود این همه آدرس رو چجوری بریم؟ چجوری نداره، خب با ماشین ما میریم دیگه. خب تو یه نگاهی به این آدرس ها بنداز، یکیش شرقه یکیش غربه، یکیش تهران پارس یکیش پاسداران. راست میگه دیگه، ما اگه با سرعت 150 تومن بریم آن نفر آخر شام بهش غذا میرسه. واقعا دیگه آقا مسعود، موقعی که شما داشتین شما تلفن رو یادداشت میکردین سفارش غذا میگرفتین، بعد فکر الانتونم میکردین. آخه ما این همه آدرس پرت و پلا رو چجوری بریم ها؟ کار از این حرفا گذشته، به خاطر آبرومونم که شده باید سریع این غذا رو برسونیم. بقیهش هم دیگه به من مربوط نیست، فقط عجله کنید. من فقط توی قضیه موندم، اینایی که از پل چوبی و شهرک اون رو جا زنگ زدن غذا سفارش دادن، اصلا از کجا فهمیدم ما غذای خونگی می‌پزیم؟ یعنی چی می‌خواستی نفهمن؟ این همه تبلیغ کردیم. آخه نگیره، شما تو همین محله فقط تبلیغ کردین، بقیه از کجا فهمیدن؟ شما فقط تو همین محله تبلیغ کردین. من و ناصر وقت تفریح رفته بودیم مترو، هر کی سوار مترو میشد یکی از این کاغذهای تبلیغاتی میدادیم دستش. شما بی خود کردین، شما بی جا کردین، شما غلط کردین. شما کی بودی؟ با ناصر نفهم و اون زنش. کدوم زنش؟ بله؟ بله من چی میدونم بابا، من چه میدونم؟ تو گفتی برین تو مترو، این گفت. من گفتم؟ بله. خوب گفتم اصلا. یعنی الان کل تهران شماره تلفن ما رو دارن دیگه، هی زنگ میزنن، هی زنگ میزنن. آفرین، دستتون درد نکنه. این که خوبه که. کجاش خوبه آخه خانم محترم، شما پیش خودتون چی فکر کردین؟ ها چی فکر کردین؟ فکر نکردین که این همه مشتری پرت و بلا رو که یکشون بالای شمرون یکشون پایین تهران ما چجوری باید سرویس بدین؟ خب حالا اینقدر کلاس بالا حرف نزن. خب 3 روز اومدی تهرونا، سرویس بدین. بریم عزیزم، اینجا جای ما نیست، بیا. بریم. برو خدا وایسین. خجالت نمیکشین همین اول کاری دارین دعوا رو میندازین؟ این آقا باید در حضور جمع از من عذرخواهی کنه، وگرنه من نمیمونم. نمون، بفرمایید. اصلا به تو مربوط نیست، هر چی من میگم همونو گوش میکنی. بمون. بابا جان قضای مردم سر شد، تو رو خدا تمومش کنی. از الان این دو نفر اخراجن، هر کی هم با ایناست بفرمایید بیرون. بفرمایید بیرون. خیلی خوب، حالا که اینجوریه منم میرم پیش اون کسی که قضا رو ازش گرفتیم، همه چی رو لو میدم، میگم اینا قضا رو از شما میخرن، دلا پهنا به مردم میفروشن. نه نمیفروشن، میندازن به مردم. پدر تو یکیو حتما در میارم. آیا آدم فروش، خودتون دوتایی تنهایی میخواید این کار کنید؟ نه خیر، با کمک قانون. برو خونتون، برو خونتون. خوش اومدی، خوش اومدی. خودت خوش اومدی، چه پررویه. برو بابا دلت خوشه، میزنم تو چی گوشه. دوغ رو من میریزی؟ دوغ رو من میریزی؟ از تو کنده تراش دوغ رو من نتونست ببریزه. این عقیده من راجع به این مقوله چیه؟ چیه؟ خب این قضیه که وای میسن تو کوچه منتظر غذا. واقعا میان تو کوچه وای میسن منتظر غذا؟ جدیدن مد شده، چند روزیه. عجیبه. اینا یه دن میخوان یه سری. بالاخره اجازه میدیم برم براتون پول بیارم یا نه؟ بفرمایید، فقط سریعتر، یه ساعت ما رو علاف کردم. چه خبرتونه؟ دخالت نکنی. یا جای من اینجاست یا جای اینا؟ معلومه جای اینا. خیلی خوب، پس ما رفتیم دیگه. بلم گاز. کجا؟ چرا در میری؟ وایسا مردونه جواب بده. بابا بچه‌ها یواش‌تر، الان همسایه‌ها میرزن اینجا. آدم اینقدر بی‌چشم و رو؟ ببین. می‌بینی؟ خانم محترم، یک بار، فقط یک بار دیگه با من اینجوری حرف بزنید ها، چنان میکوبم تو گوش ناصر که بلاف کنه. سم باره بیریم بابا. ساکت هم دیگه. اینا چی میگی؟ بنده بک. چی گفتیم؟ عرض کردم که ایشون یه خورده چاق شدن، نشده؟ خب آره، منم چند بار بهش گفتم. بابا چند بار اومدم رژیم بگیرم نشد اصلا، ببخش. برید پی کارتون بابا، الافا. خودت باره بینیم بابا. بابا بس کنین دیگه، یارو پشت دره.
کی؟ همین یارو که برامون غذا میاره. نفهمید که چیو؟ که ما با همیم دیگه. کی گفته ما با همیم؟ صد سال ما با هم نیستیم. بفرما بفرما. باز دوباره شروع کرد. باز دوباره شروع کرد. باز برسا باز بشین منه بابا. میکشم باز میگه منو بالا نیار ناصر. مسعود نیره بابا یکی بیا جواب این تلفن رو بده. ببخشید خانم. خانم شما این؟ بله فرمایش. ببخشید شما اون خانمی نیستین که تای کوچه وایساده بود؟ یعنی چه؟ این چه حرفیه تای کوچه وایساده بود؟ یعنی چی؟ یعنی همونید که گفتید اگه دیر کنید بچه‌هاتون سفره رو لقمه میکنن. من کجام شبیه اونه؟ شما میشناسیدش؟ برو آقا برو خدا روزه تو جای دیگه حواله کنه برو. شما خودتونین من مطمئنم. آقا برو تا شوهرم صدا نکردم ها. نه خب شاید خواهرتون بوده. کدوم خواهرم؟ بزرگه یا کوچیکه؟ والا قدش که اندازه شما بود. خودتون بودین مطمئنم. ناصر چیه چی شده؟ شما مال این خونه این که من بیجا کردم مال این خونه. من مال این خونه نه. شما راست شو بگید دیگه مرد حسابی. من اگه مال این خونم اینجا چی کار میکنم؟ ولی شما خودتونین من مطمئنم. آقا اشتباه گرفتیم. بفرمایید چی بفرمایید؟ پولمو بدید برم. پولتو که بهت دادم. بله منم که پولمو دادم. دیدید خودتونین من مطمئن بودم. لابد شما هم اونایی نیستید که من دیدم. نه آقا حساب اینا رو با ما خاطی نکنه. اینا همونان. ما اون دو تا اونایی نیستیم که شما فکر میکنی. نگیره بابا یکی بیا جواب این تلفن رو بده. بله خانم اومدم. اصلا به من چه؟ پولم منو دید برم. بفرمین آقا بفرمین. بیا عزیزم این پولت برو. قربان تو خوش اومدی. ولی خودتون بودی. نه عزیزم دروغ که نداریم بهت بگیم برو. هر 5 دقیقه یکی تلفن میکنه. این اول کاری خوب کارتون گرفته. چی کار کنم دیگه خانم؟ اینا که هیچ کدوم هیچ کاری از دستشون بر نمیاد. خودم مجبور شدم برم آگهی پخش کنم، تبلیغ کنم، زبون بریزم. نمیدونین ها غذاخوری نگره. روزتون بخیر. بفرمایی چی میل دارین؟ اوکی شماره اشتراکتون؟ ندارین شماره اشتراک؟ بسیار خوب اجازه بدین من تو کامپیوتر مشخصاتتون رو وارد کنم. بله یه فایل براتون باز میکنم. شما خانومه؟ بله آدرستون لطفا. بله 7 خیابون 7. بسیار خوب شماره اشتراکتون هست 1213. بله اگه از عددش هم خوشتون نمیاد میتونم تغییر بدم هر عددی که مطلوبتونه. مثلا تاریخ تولد شوهرتون خوبه؟ اتفاقا شوهر منم متولد 50. ناصر اسمش ناصره. چه ماهی؟ اردیبهشت. نه ناصر آذریه. میگن اردیبهشتی ها خیلی زن دوست دارن ها؟ تو رو خدا. نه ناصرم خیلی مهربونه. آره خب بچه هم دارین؟ چرا؟ مشکل توه؟ مشکل اونه؟ خب خدا رو شکر. نمیدونم من دختر دوست دارم. تو چی؟ سلام دارم خانم. سلام. نه یه اینجا؟ آره مادر میشه بگید بیا؟ آره حالا صداش میکنم. ممنون دیگه حالا اینشالله. نه یه رجا گوشی شلسته شوهرت نگاه کن چقدر حلال زاده است. دلش تنگ شده برام اومده خونه همسایه دنبالم. چند لحظه کوشی. چی شده ناصر؟ دارن میرن. کجا؟ غذاها رو ببرن در خونه مردم. خب ببرن به ماچ. یعنی چی به ماچه؟ بابا دارن دستی دستی ما رو از بازی میکنن بیرون. کدوم بازی؟ ای بابا تو چرا حالیت نیست؟ دارن ما رو از کار بیکار میکنن. یعنی ما دیگه شریکشون نیستیم. بیخود کردن؟ بیا بریم ببینیم چی قضیه. با اجازه خانم. نگیره جان
اقلا بیا با این خانم خدافزی کن، بذار تلفن رو قطع کنه مادر. شما از طرف من ازش خدافزی کنی. خدافز. خدافز خدافز. باش. خب آقایون، خانم‌ها و دوستان عزیز، این حرف آخر منه. اگه میخواهید اینجا بمونید و کار کنید، این بچه آدم سرتون رو میندازید پایین و کارتون انجام میدید. تو کار هم دیگه دخالت نمی کنید، سر خود کار نمی کنید و از همه مهمتر باید قول بدین که تو کار هم دیگه فضولی نکنید. قول میدن همشون آقا مسعود، بچه خوبی هست. نیر خانم، منظور آقا مسعود اینه که شما باید قول بدین. چه فرقی میکنه آقا سهراب؟ تو شراکت که دیگه ما و شما نداره. ها؟ آره. ولی نظر من اینه که بچه ها این غذا داره سرد میشه و داره از دهن میفته، بهتره که زودتر برسونیم به دست مشتری ها. باریکرد. نگاه جان اصلا نگران نباش، من یه مسیرهای بلدم، تا نیم ساعت دیگه این غذا ها تو سفره مردمه. خیلی خب پس بریم. شما برین، ما غذا ها رو میاریم. ناصر جان تو دوغ بیار. آقا فقط ارزون ندید ها، یه جوری بدید که تهش چیزی واسه همون بمونه. خیالت تخ، من باهاشونم. بریم. فقط آدرس ها رو بیارید، من میارم. فقط زود باشید. خدا قوت. برید. ایوه بچه ها، خواهش که ازتون دارم، مخصوصا نیر خانم، غذا رو دارید میدید دم در خونه مردم، یه ساعت وای نسید با مردم قصه لیلی و مجنون تعریف کنی یا قصه ناصر و زندگی رو تعریف کنی یا ولش کن. یه نیش ترمز، غذا رو میدی، پول رو میگیری، خداحافظ شما. باریکلا. بعدم ارزون ندین غذا رو ها، به طرف نگاه کنین. اگه پولدار بود گوشیشو ببرین، اگه بی پول بود همون قیمت تموم شده باش حساب کنین. آفرین. بعدم هنگام جان آروم برو که غذا نریزه. چجوری آروم برو؟ چجوری آروم برو؟ همینجوری اگه بخوان یواش یواش برن تا 5 بعد از ظهر هم نمیرسن. تون برو. تون برو. گیر برسه بهتر از اینه که اصلا نرسه. تون برو هنگام جون. ببخشینا، پس اگه قرار تون برین شما بشین عقب نگار جون، شما بشین جلو نگار خانم. ایوا چرا؟ بخوان اگه قرار تون برین بهتر نگار بشین عقب. خب چه فرقی میکنه که نیر جانم اگه جلو بشینه خطر داره. نه نه، نیر جونش از تو جوب پیدا کرده، مردم مرد به درک. بیا بفرما، باز دوباره شروع شد. بابا بس دیگه، میدونی ساعت چنده؟ مردم نهار سفارش دادن نه شام. آقا جون من اجازه نمیدم که خانمم جلو بشینه. آره اینطوریه. بله. خیلی خب، تا نگار نشین عقب من نمیذارم ماشین بره. بالاخره من چیکار کنم، برم یا نرم؟ برو تندم برو. پس نگار جان شما پیاده شو، خطر نکن. خب بشین ببینم تو. با بس دیگه تو هم. خانم خواهش میکنم بفرمایید، دیره ها. ببخشینا، اگه یه مو از سر زن من کم شد من میدونم با تو. بابا این همه مو از سر تو کم شده کسی چیزی گفته؟ حالا یه دونه مو از سر خانمت کم شد، اتفاقی نمیفته. ایول باریکلا. خیلی خب بچه ها، آقا فقط باید اول از همه یه کار اساسی بکنیم. مثلا چی؟ باید به زناتون بگید پاشون از این ماجرا بکشن کنار. یعنی چی؟ یعنی اینکه تو زمانی که زنای شما قاطی این بازی هستن، یه خط در میو ما دعوا خواهیم داشت. ببینید کی بهتون گفتم. آقا مسعود جان اجازه بده من این چیزی بگم. دادم باید طرف حق رو بگیره. زنای این بنده های خدا هیچ تقصیری ندارن. هر چی هست زیر سر اون نگیر است. این نایره رو شما نمیشتسید، من دارم باش زندگی میکنم، این یک آدمیه. همین که نایره پاش به این ماجرا باز نشه همه چی حله. اه؟ آره؟ زرنگی میخوای زنت بره بشینه تو خونه راحت و آسوده، زنه ما اینجا از صبح تا شب کار کنن ها؟ راست میگه. آقا من که دیگه از فردا اجازه نمیدم زنم کار کنه. اصلا چه معنی داره اون زندگیشو تعطیل کنه بیاد اینجا کار کنه؟ بابا همینطور رو هوا حرف نزنین. اگه زنای ما نباشن اینجا این کارا رو کی میکنه؟ خودمون، ما مردیم. ما بلدیم آشپزی کنیم. بلدیم آشپزخونه را بندازیم، همجوری الکی حرف میزنی؟ آقا رو فکر نداری دیگه، تفکر باید داشته باشی. ما از چند روز دیگه که کارمون حسابی گرفت، مشتریامون زیاد شد و کارم افتاد رو غلطک، خانه‌آبادی آشپز توپ برداریم بیاریم اینجا که کارهای آشپزیمون انجام بده. این یک. دوم اینکه باید یه منشی بگیریم که جواب تلفن‌ها رو بده که کلاس کارمون بره بالا. سوم از همه و مهمتر از همه، چند تا پیک موتوری باید بگیریم که غذاها رو ببره این برون بر. مشتریمون زیاد شده دیگه، چی میگی تو؟ در اون وقت خودمون چه غلطی بکنیم؟ مدیریت. من میشم مدیر عامل. تو مثلا میشی مدیر مثلا اجرایی، تو مثلا میشی مدیر امور حسابداری، تو میشی مدیر امور مشترکین، اینجوری. به به، کار کردنتون اینه؟ نشستین دور آتیش رو داریم برای همدیگه جوک میگیم. خانم جون جوک کدومه؟ اینجا نشستیم ببینیم چه خاک باید بریزیم به سرمون آخه. میترسم تا یه سال دیگه هم بشینین همینجا فکر کنیم ببینین چه خاکی باید به سرتون بریزین.
بابا بیاین بالا جواب این تلفن ها رو بدیم. من سرسام گرفتم از دست این تلفن ها. مگه هنوز کسی زنگ میزنه؟ هر 5 دقیقه یه نفر. ایول بچه ها زدیم تو خال. باشیم باشیم که کارمو گرفته. ایول بدیم. نایره یه بار دیگه زنگ بزن، دیر شد. کیه؟ سلام خانم، غذاتون رو آوردم. الان؟ خب آره دیگه، پس که؟ ساعت 12:30 قرار بود بیان، الان ساعت 2:30. عوضش یه چیزی براتون پختم که انگشتاتون هم باش میخورین. ما ناهارمونو خوردیم. نوشه جان، اتفاقا این غذاییه که معمولا برای شام سفارش میدن، شما بگیری شام بخوری. شام مهمونیم. ای به سلامتی. کجا؟ یعنی چی؟ به شما چه مربوطه؟ نایره جان دیره ها، از خانم خواهش کن بیاد پایین، لطف کنه غذاهاشو تحویل بگیره، پولشو بده، میخوایم بریم. خانم شما چند لحظه تشریف بیارین پایین، من براتون توضیح میدم. چشم، فقط باید یه خورده منتظر بمونین. چقدر یعنی؟ شما قرار بود 12:30 بیاین، 2:30 اومدین. منم 2 ساعت دیگه میام دم در، همون اندازه که شما دیر کردین. من این حرفا حالیم نیست، تا پول این غذا رو از این نگیرم از اینجا تکون نمیخورم. ببین نایره جان، خیلی بیشتر از پول این غذا اونجا داره غذا سرد میشه ها. بیا بریم بچه سوار شیم، مزه کافی دیر شده. سوار اینا رو چی کار کنی؟ بابا ته تهش اینه که 3 تا دونه غذا از خودمون داریم، از گشنگی میمیریم، میخوریمش بعد دونگی پولشو میدیم. بیا بریم. زشته. نخیر نخیر، شرمنده، خیلی شرمنده. بله بله، شما لطف کنید فردا اول وقت تماس که بگیرید قضا ما میفرستیدم در خونتون حتما. نه که راجب کیفیتش هم بگو، نه که کیفیت غذامون خوبه و قیمتش هم ارزونه، به خاطر همین زود تموم میشه دیگه. الان ساعت 1:30 تموم شد غذامون. بله اصلا نمی بیشتر اصلا دیگه نمیمونه، انقدر زنگ میزنن. قربون شما برم. بله بله، فردا اول وقت ما در خدمت شما هستیم. قربون شما، قربان شما. خداحافظ. خداحافظ. چی شد؟ اینا چرا نیومدن؟ شما خجالت نمی کشین؟ 4 تا نرغور نشستین تو خونه، باز زناتون رو فرستادین غذا پخش کنن؟ خودشون گفتن کلاسش اینطوری بالاتره. نمیخواد آقا جون، از فردا کلاس بی کلاس، کلاس داره. همه کارا رو خودمون انجام میدیم. مگه قرار نبود ما فقط مدیریت کنیم؟ آخه مرد حسابی، تو اصلا میدونی مدیریت یعنی چی؟ آقا جو من نمیدونم مدیریت یعنی چی، اصلا من هیچ چی نمیدونم. من یه چیزی میدونم، آقا ما باید پول در بیاریم، با مدیریت، بی مدیریت، با کلاس، بی کلاس، دستا بنداز، باید پول در بیاریم، همین. فقط مواظب باشیم پول حروم در نگیریم. نه خانم خیالتون راحت، ما پول حروم کردن رو خوب بلدیم، اما پول حروم در آوردن رو نه. بچه ها به نظرتون اونا یه خود دیر نکردن؟ ای بابا ول کن تو هم، اینا 1 ساعت هم دیر بیان 1 ساعته، این نفس راحتی میکشیم از شرشون. شما دوتون تنگ شد دست زنتون؟ عجب مقوله پیچیده یه این عاشقی زمان خانم نیست؟ هست؟ بابا آقا یعنی شما زنگ نزده بودی؟ خانم ما اصلا تلفن نداریم.
میدونی چی آقا؟ آخه یه کسی با ما تماس گرفت، سفارش غذا داد، بعد بله دیگه دقیقاً آدرس شما به ما داده. خانم مردم آثار زیاد هست تو این شهر. حالا شما نهار خوردین یا نه؟ من صبحونه هم نخوردم. چه خوب، پس این غذا قسمت شما بوده. من رژیم دارم آقا خانم. خب این نداره، این غذای ما اتفاقا این غذا اتفاقا دقیقاً برای آدمای رژیم پخته شده. چه خوب، فقط ببخشید من الان پول تو خونه ندارم، میشه پولشو بعدم بیای بگیرین؟ تلفن که نداریم، پولم که نداریم، پس چی داریم؟ رژیم خانم، ما از بی پولی رژیم میگیریم و اینه مرض نداریم که بشه که اون گرسنگی بدیم. حالا غذاش چی هست؟ هیچی آقا، هیچی. بچه ها بریم. لابد نیست من دیگه. بچه من دیگه دارم دیوونه میشم. اصلا مهم نیست، الان میریم خونه غذاها رو میدیم به اون مسعود احمق تا اون باشه دیگه واسه کس دنبال شغل نگرده. ببخشید آقا، من فکر کنم شما اشتباه سوار اون ماشین شدی. اون ماشین مال این خانومه. اشتباه سوار شدی؟ چیه ماشین رو برد؟